جزئیات این نامه را از خود احمد بشنویم. پریسا، در واقع در روزهای گذشته ما مدام از طرف نمایندگان پارلمان فدرال آلمان در واقع تماس میگیرن با ما و ما رو مخاطب قرار میدن، ارسال میکنن بیانیه هایی رو که صادر کردن و خب ابراز نگرانی میکنن در خصوص همین دختر خوب سونیا شریفی. خانم کاتیا لایکرت در واقع ایمیل فرستاد برای ما و در اونجا اعلام کرد که بسیار نگران وضعیت این دختر 16 ساله هستش و گفت سرنوشت این دختر 16 ساله مانند نمونه از هزاران در واقع نوجوانی هستش که بازداشتن و خانواده ها نمیدونن که سرنوشت اونها در واقع چطور خواهد شد و همه اینها باعث نگرانی هست، چرا که روندی که در ایران شروع شده بسیار نگران کننده هستش. در خصوص آلا دستی یا در واقع دانش آموز 15 ساله ما در واقع ایمیل دریافت کردیم و اعلام کردن که کفالت او رو به عهده میگیرن. این دانش آموز در سنندج بازداشت شده و خب ابراز نگرانی شده نسبت به وضعیت او. در این مدت در واقع تمام افرادی که در این سه ماه در واقع حدود سه ماهی که از خیزش‌های سراسری میگذره، خب ما درباره اونها ایمیل دریافت کردیم، از روزنامه‌نگاران بازداشتی مثل الهه محمدی و همچنین نیلوفر حامدی، دو نفر از نمایندگان پارلمان آلمان در واقع کفالت سیاسی اونها رو به عهده گرفتن. کفالت سیاسی خانم فاطمه سپهری بر عهده گرفته شده توسط ناتالی پاولیک از نمایندگان پارلمان آلمان و همچنین گلرخ ایرایی که کورنلیا مورینگ دیگر اعضای پارلمان آلمان به هر حال کفالت اون رو بر عهده گرفته. از تمام احزاب سیاسی آلمان همین این کار انجام شده و در ادامه نامه هایی رو هم نوشتن به سفیر جمهوری اسلامی و در این نامه هاشون اعتراض شدید داشتن به اینکه چرا این افراد بازداشت شدن. به طور خاص خانم هایدی رایشنینگ که برای الهه محمدی در واقع نامه نوشته و کفالت رو بر عهده گرفته، خبرنگاری که بازداشت شده، گفته که بعد از اینکه به هر حال محسن شکاری اعدام شد این روند بسیار نگران کننده است و الان میشه بدترین سناریو رو حتی برای خانم محمدی هم متصور شد، چرا که به هر حال جمهوری اسلامی این اقدامات نشون داده که به راحتی انجام میده. آقای آدیس احمدوویچ هم نامه نوشته برای سفیر جمهوری اسلامی محمود فرازنده و گفته که از اونچه که در ایران داره اجرا میشه در خصوص اجرای احکام اعدام نگران هست و این اقداماتی که داره انجام میشه، یعنی اعدام ها، خلاف رویه های بین المللی هستش و باید متوقف بشه و اعلام کرده که اعتراض شدید داره نسبت به این موارد. و در واقع من فکر میکنم ما در روزهای آینده شاهد این باشیم که تعداد دیگری از نمایندگان پارلمان آلمان باز هم از این دست اقدامات انجام بدن.